من تموم رگ و موی رگاشو بلدم دکتر، اگه بگی دستاشو بکش میگم دوتا رگش آبیه باقی قرمز، میگم پایین انگوش کوچیکش یکم پینه بسته تیره تره، بلد نیست خودش مراقبت کنه دیگه، برای همینه میخوام کنارش باشم. حیفه وجودش، حیفه واسه مواظبش نبودن. باید یکی باشه که مراقبش باشه دکتر، مگه نه؟ مثلا من میدونم پایین تر قوش یه خال داره، بهت میگم که هر وقت انگشتشو بازی میده انتهای عرص انگشتش که نمیدونم شما دکتر رو میگید استخون یا رگ زیر پوستشه به بازی در میاد. اگه بگی صورتشو بکش میگم ابروی سمت راستش، پایینش، بالای استخونش، پشت پلکش چهار تا تار بیشتر مو داره. میگم وقتی پلک میزنه موجه انتهای چشم سمت چپش بلندتر از باقی و حواس آدم رو پرت میکنه. من تعداد چروکای کنار چشمش، خطای بیشونیش، تعداد دندونای نمایان شده موقع خندیدنش رو هم میدونم. مثلا من میدونم وقتی زیاد کار میکنه شونه سمت راستش از شدت درد کار میفته و باید پنج شب پشت هم پماد بزنه. اخوابیدن توی اتاق روشن بیزاره، از صبح بدون صبحانه سر کار رفتن عصبی میشه، از اینکه وقتی ازش ناراحتی به سلام نکنی و خودتو بزنی به خواب متنفره. عاشق سیگاره. ببین منو از خودش بگیر ولی سیگارو نه. یه وقتایی هم دیگه باخ میدی چون اونی که عاشق تره تویی. اون وقت حتی دیگه سیگارم از تو عزیز داره. و تو چروکای کنار چشاشو هم بلدی. دکتر اینا رو نمیگم که اومد تو بهش بگی چرا انقدر دوستم نداره. ناراحت میشه. خوشش نمیاد کسی بفهمه منو دوست نداره. فقط بهم بگو چرا نخواست منو. به من بگو چطور انقدر میخوامش وقتی نمیخوادم. به من بگو کجا برم که رگای دستاشو، چروکای کنار چشماشو، تارای اضافه